This is IRTV, the Iranian television program. سلام به شما دوستان عزیز و همینطور یاران و همراهان همیشگی ما بر شبکه اینترنت که این برنامه را در دیگر نقاط دنیا هم از طریق سایت irtv.com یا directv میبینید. امیدوارم که همگی شاد و سلامت باشید. هفته گذشته در ایران از میان رویدادهای ریز و درش آنچه بیشتر جلب نظر میکرد یکی نامه آقای عبدالکریم سروش فیلسوف اسلامی به آقای خامنه ای بود و دیگری مجموعه یا بسته پیشنهادی ایران به کشورهای 5 به اضافه 1 بود که همونطور که احتمالاً خوانده اید با ملاحظه بیشتر و لحن دوستانه تری نسبت به گذشته تهیه و انشا شده بود و با اونکه چندان مورد استقبال دولت آمریکا و آقای اوباما قرار نگرفت اما با پذیرش گرم گروه کشورهای 5 به اضافه 1 روبرو شد و این در حالی است که زمین سازی های رژیم برای دستگیری رهبران و فعالین جنبش سبز مثل مهدی کروبی، میرحسین موسوی و یاران و نزدیکان اونها همچنان در جریانه. و ما در این سو جمعه پریروز 11 سپتامبر و درست 8 سال پس از فاجعه انفجار برج های دوقلوی نیویورک و حمله به پنتاگون، مراسم متعددی در نیویورک، واشنگتن دی سی، پنسیلوانیا و بسیاری دیگر از نقاط دنیا برگزار شد تا یاد قربانیان این حادثه هولناک رو گرامی بدارن. حادثه‌ای که یادآور حقیقتی تلخ به من و شماست که پس از این روز سیاه به بعد چهره جهان ما دگرگون شد و روزهای تاریک با جنگ‌های خانمانسوز آغاز شدند و گریبان دنیای ما را گرفتند و متاسفانه این دور باطل خشم و انتقام و ستیز جویی میان سپید و سیاه، عرب و عجم و مسلمان، یهودی و ترسا همچنان ادامه داره و شدت و حدت میگیره و من و شما و جامعه جهانی رو میتونه به عقبگردی فاحش در مسیر تاریخ تحولات تمدن ما وادار کنه و حتی دستاوردهایی چند صد هزار ساله چون صلح جهانی، برابری و امنیت انسانی رو در معرض خطر نابودی قرار بده. تا نظر شما چی باشد؟ تلویزیون ایرانیان گزارش میدهد جمهوری اسلامی موج بزرگی از بازداشت مخالفان خود و بستن نهادهای آنان را آغاز کرد. رهبر حکومت هشدار داد که هر کس در برابر نظام قد علم کند سرکوب می شود. دکتر عبدالکریم سروش در نامه‌ای به علی خامنه‌ای پیش بینی کرد که مخالفان زوال استبداد دینی را جشن خواهند گرفت. رئیس جمهور اسلامی بار دیگر ناآرامی‌های پس از انتخابات را به دشمنان ایران نسبت داد. ایران بسته پیشنهادی خود را به گروه 5 به علاوه 1 تسلیم کرد و آنها تصمیم گرفتند آن را بپذیرند. نخست وزیر روسیه در مورد هر گونه حمله به ایران یا اعلام تحریم‌های تازه علیه آن هشدار داد. مجموعه مهمترین خبرهای یک هفته اخیر ایران همراه با تصاویر اختصاصی و تفسیر سیاسی دکتر نوری‌زاده از سرویس خبری تلویزیون ایرانیان.